درود بینندگان عزیز، ما در درآمدگاه نویای فیض‌آباد قرار داریم. 14 ایونی سال 1931 با یک قراری که اون رو خود نصرت‌الله مخصومов به امضا رسانیده بود، نویای فیض‌آباد تشکیل شده است. خب بعد در حیات نویای فیض‌آباد چند جماعت بود، دوبده از آن جمله نارک، شالیپایا، دیشو و باز چند جماعت دیگر، و تا سال 60 این نوحیه سال 63 درسترش با حیات نوحیه اورجینگیز آباد وارد کرده می شود و بازم بعد 6 سال در حیات نوحیه الوهیده تاسیس داده می شود و فیض آباد نام می گیرد. تو زمانی فیض آباد نام گرفتن مرکز این نوحیه یک دهه خردکه که بود به نام درگیون و در شهادت نامه های تولد ما همچون زاده این نوحیه خب دهه درگیون نوشته شده است و این نام برای ما بسیار مقبول هم هست و نام پیشتره این حدود که واقعا یک شهر بسیار زیبا با قلعه و با انفراستراکتور بسیار جالب بود، وشگیرد یا ویشگرد یا ویساگیرد است که هم در شاهنامه با این نام شما با میخرید و هم در حدود العالم نیز این نام هست. خب در چند دقیقه این ویدیو ما خواهیم فهمید که امروز در نوحیه چه چیزها هستند، کدام نمیدونم کارخانه و کارگاه و چی ها هستند و هم یک سیر با این دیار با مرکز نوحیه خواهد داشت. ما با دهه کپکریز چون نزدیک میشویم، ولی از قسمت دستی راست دهه کپکریز واقع است و همون تپه بلندی که شما میبینید اونجا نیمپایکره دوست مراد علی گذاشته شده است، حافظ خلقی تاجیکستان، یکی از فرزندان این مرز و بوم که واقعا هم خیلی جوان از دنیا رفت، ولی در سن خیلی جوانی توانست که عنوان حافظ خلقی تاجیکستان را به دست بیارد و دل هزارها هزار مخلص رو. خب و حالی هم سرودهای دوست مراد زمانوی است و حالی هم من فکر میکنم که در هنر و صنعتی ما صدای دوست مراد صدای خاصه است، صدای فرق کننده است و اینگونه صدا حالی خیالم که در صدای مخملین و شیردار حالی هم خیلی کم است و قریب که نیست. خب این دهه خوشمنظر نام دارد کپکریز و قصه هم در برای این دهه کم نیست، زیاد است و ولی دیگه مردم هم خیلی زیاد شدن و این همون قسمتی که ولی شما دیده استونیم. اصلا این دهه اونی که کمکک وسیع تر می شود، مردم زیاد تر می شوند و بازم این قسمت که یک وقت فقط همین دشت های خالی بودن اکنون با خانه های زیاد زیبا می شوند. خواسته همین دیار، همین ملک، همین آب و هوا فکر میکنم که با استعداد و هنری دوست مراد علی تاثیر داشت و او را توانست که یک چهره بسیار معمول و مشهور بکند و با درجه حافظی خلقی تاجیکستان برساند. تو را در دشت مهتابی بدیدم،
همچو محتابه مگر آباد کردن دشتی ناآباد میرفتی مگر آباد کردن دشتی ناآباد میرفتی تو را ای ماهی فیض آباد تو عمر انتظار عثمان خوشا می آمدی بار غمم از یاد می رفتی در گذشته نقل میکنند که وقتی که مردم به آن همین منطقه می آمدند میگن تپه نمازخوان و به حرمت مرقد خواجه حاتم اعظم که از اینجا کمکک دورتر واقع است مردم نقل میکنند که آدمان از اسب پیاده می شدند یعنی از اسب و خر برای احترام این بزرگوار پایین می شدند و همین حدود پیاده می گذشتند یعنی یکی از چراهای بسیار معروف عالم اسلام خواجه حاتم اعظم مرقد او در نواحی فیض آباد جای گیر است در همان منطقه که قلعه سنگین نام دارد و ولی نقل میکنند که یک قلعه بسیار بلند و باشکوه هم اینجا بود است و خودی مردمی اهل فرهنگ نواحی نقل میکنند که در حالی فقط 1.5 متر کندنی همون یادگاری قلعه سنگین بیش از 300 نامگوی نگاره و یادگاری ها و خب هرچی پیدا می شود که بازگوی تاریخ قدیمه داشتن این منطقه است و حالی اون قلعه در حال آموزش هست و امیدوار هستم که یک وقت باز معلومات بیشتری را در اختیار مردم خواهند گذاشت خب ولی ما نزدیک می آییم به همون مزاری خواجه حاتم اعظم و امیدوار هستم که بسیاری ها در این باره معلومات دارند بسیاری ها اینجا بودند این درآمدگاه شهرک فیض آباد است و به دو قسم تقسیم می شود با آن راه اگر ما می رفتیم به مرکز ناحیه وارد می شدیم و این راه بیرون از مرکز ناحیه است و در قسمت بالای مرکز ناحیه باز این دو راه به هم دیگر می پیوندند و زمان نورسی های ما این راه رو ما می گفتیم راه راغون است به خاطر که وقتی که ساختمان این نیروگاه آغاز می شود این راه بنیاد شده است و ماشین های بارکش به خاطر خلل نرسانیدن به آرامی مردم به خاطر تامین به خطری بارکشانی از این راه عبور میکردند که این راه از ناحیه کمکک دورتر بود و ولی هم در ذهن ما همچون کودکان این ناحیه این راه همچون راه راغون باقی مانده است و میگم این راه راغون است خب و من کمکک بهتر بازم در مورد خودی یادگاری یعنی خواجه حاتم اعظم و برای شما چیزی خواهم گفت و هم شما این یادگاری رو این مرقد رو خواهید دید چون سرشوی اکنون نواحی فیض آباد با شهر راغون هم سرحد هست و در آغاز این راه یک مجسمه هم هست و شما میبینید که این یک فروزانک هست مجسمه فروزانک شب ها فروزان هم میشود و این رمزی به قول روشنایی و نور و آغاز درآمدگاه یک منطقه واقعا هم برای کشور ما سرنوشت ساز هم هست و نیروگاه برقیابی راغون با پورا فعال شدنش خیلی در تامین استقلالیت انرژتیکی تاجیکستان سهمی ارزنده خواهد گذاشت خب اینجا آرامگاه سر چشمه نام دارد و مردم از مرکز ناحیه و دیههای اطراف در اینجا اینه که خاک میشوند گروچوب میشوند اینجا چندی نفر از عزیزان ما از خیش و تبار نزدیکان و پیوندان ما در همین اینه که آرامگاه خانه آخرت خود را پیدا کردند و از آن جمله مادر عزیزی من که در دو سالی نبودنشون یگان بار راه ما به آمدن به نزدی او به خانه صورت نگرفته است یعنی اول تر از همه میام نزدی مادر و بعد میروم خانه مادر که دیگر دو سال است به مادر است
همین موضوع تاریخی آرامگاهی خوجاهاتمی اسم یک منطقه جایی که برای مردم بسیار عزیز و مقدس است و زیارتگاهی مردمان زیادی هم هست و اون چیزی که کمکک پیشتر ما برای شما درباره قلعه های سنگین گفتیم تپه‌ای که شما می‌بینید از ما یک 500 متر دورتر همون تپه‌ها این همون باقی مونده های قلعه سنگین است خب و طوری گفتم یک وقت اینجا بعضی کاوش های باستان‌شناسی انجام داده شده بودند و خود اونها بیانگر این بودند که این منطقه یک وقت خیلی یک مرکز یک شهر یک منطقه بسیار وسیع بوده دامنه زیاد رو منطقه زیاد رو فرا میگرفته حدودهای زیاد رو فرا میگرفته و ما در همین جای خوشباد و هوا مرکز خواجه حاتمی اسم است و درباره این نفر در سرچشمه تاریخ معلومات هست و چرا ما این نفر اسم نام گرفته اسم یعنی نفری که ناشنوا است نمیشنود و ولی اصلا این نفر قصه ای که نقل میکنم وابسته به شنوایی این نفر نیست بسیار جالب هم هست و فکر میکنم شما در این باره معلومات دارید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي أمين بخش اليوم حديك أيضاً صلى الله عليه وسلم وإتلاعك أعداء أماني ربا لزرني حتى عرب جنين فإن الله رب صلى الله عليه وسلم متحر من أفضل أزلتي رسول ربنا أزلتي محمد صلى الله عليه وسلم سلام با جمیع مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمان و مشتگان می منزل مکان محسن برای قرآن رای حب حاتمی اسلام خداوند صلاب و صلاحیت الهدی کلام یادان عبا رحمی بزرگوار مکتوب بگردان خداوند رحمت و مغفرت بگردان جاش و جنات گوش و قدمان بگردان اللهم اغفر لی ولی والده و الاستاذ و جمیع مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمان و احیاء من هم بلن باتین کما جب الدعوات رفیع درجات منزل برکات قاضی الحجات برحمت که یا و حال در این منطقه در میدان خیلی وسیع گورستانی مردم واقع است و از مرکز ناحیه از جماعت شهرک خوب و از دهه های اطراف مردم ماست در این منطقه و بعدی در گذشتشان دفن میشوند خوب و در چند سال اخیر یکی این موضوع بازم آبادتر شده زیباتر شده است و مردم نیز همیشه خوش میکنند که این نقطه را در حالت بسیار خوب و زیبا و دیدنی نگاه بدارند زیرا مهمانان خیلی زیاد که از این راه راه گذر میشوند حتما برای زیارت برای دعا به مرقد خواجه حاتمی اسم میآیند
сафари мо аз маркази Ноя Файзобуд ба охир расид. Фикр мекунем ки шумо чанд навор ва чанд ҷои дидане ки дар маркази Ноя Аснора дидед. Хуб, ва дидед ки мардум ҳам бо ҳамон тарс, бо ҳамон шеваи доимии кораш зиндагӣ дошт, фаъолият дошт, аз пушти корбори худашон буданд. Хуб, ва тахмин кардем ки касе ҳатто эҳсос накард ки имрӯз шояд хеле кам касон дар карданд, донистанд ва медонанд ки имрӯз рӯзи ноҳия буд ва 89 сол аз таъсиси ноҳияшон пур шуд. Ва дар ҳеҷ куҷои кадом як шиоре ки рӯзи таъсиси ноҳия барои шумо муборак бошад, ин гуна шиорҳо ҳам набуданд. Вале фикр мекунам ки муҳим ин нест, муҳим ин аст ки мардум осуда аст, мардум хуб аз пушти корбори худашанд ва муҳим ин аст ки онҳо бо мардуми зода ин минтақа, ин шаҳр, ин ноҳия, ин ҳудуд ифтихор мекунанд, зеро ки ин ҳудуд охиран фарзандони бисёр фарзонаро барои санъату, илму ҳунару хуб барои сиёсат тӯҳфа кардааст ба қавле. Ва нафарони хеле зиёд ҳам дар сиёсат, ҳам дар иқтисод, ҳам дар фарҳангу санъату ҳунар, ине ки нафарони хеле саршиносу шинохта буданд ва машҳур буданд ва ҳастанд, ва онҳо дар ин ҳудуд, дар ин диёр зода шуданд. Ва ин аввалтар аз ҳама як намунае барои ибрат барои насли ҷавон аст ва баъдтар боиси ифтихори ҳама мардуми ин диёр. Бозам 89 солагии тасёбии ин ноҳияи бисёр зебо, манзару хушбоду ҳавора бо номи Файзобод, бо номи Вашгирд барои ҳамаи шумо самимона таҳният мекунам ва умедвор ҳастам ки ин ҳудуд, ин минтақа, ин марзу бум ҳамчун як гӯшаи биштусои Тоҷикистони азиз рӯз то рӯз зеботар шаваду беҳтар шаваду зиндагии мардуму сатҳи зиндагиву хуб рӯзгори мардум боз ҳам баландтар. ва умедворам ки барои дидани наворҳои ҷолиб ҳатман ба таҷфик собуна мешавед. хуб, ва шуморо бо наворҳои аз инам ҷолибтару беҳтарин интизор ҳастанд.